برای صحنه اصلی کار خب باید شما اول ازلای اطراف هدف رو به طور دقیق و سعی به دست بیارید زاویه هاش، دیوارهای خارجی، نقطه الف، دیواره داخلی، مقابل هدف هر زل هم از یک طرف تا دیواره داخلی پیش میرید و دوباره سه برابر فاصله بین دیواره داخلی خارجی رو بدونید که آنتن بزنید میرید از زل دیگه یعنی از طرف دیگه زل برمیگردید دوباره دیواره خارجی نقطه الف و دیواره داخلی به دست بینید که این کار باید در همه از نزدیک به هدف بکنید تا فاصله بین دیواره داخل خارجی و فاصله بین دیواره داخلی تا الف و دیواره خارجی تا LF در همه از یکسان باشه و با نقطه مقابل هدف هم یک و یک اندازه باشه اگه این سمت بود اینا هم همه با سمت باشه اگه فاصله الف تا دیواره خارجی یه متر و نیم بود افتاد تا دیواره داخلی هم بعد یه متر نیم باشه در همه ازلا خب تا اینجا رو همیشه گفتیم و مرکز هدفتون هم باید انداز و ابعادش دقیقا با دیوارهای خارجیتون و داخلیتون که فاصله شه و نقطه مقابل هدف یکسان باشه که حالا گفتیم به طور مثال سمت یا سمت به بالا در صحنه اصلی کارال زمان تمرین خیلی کوچیک و فرق میکنه و سیگنال ها ضعیف ولی گفتیم هرگز یک خط رو مستقیم نرید به طور مثال این زل رو میخواید برید از جنوب به شمال پوش به غرب و رو به شرق خب شما نمیتونید این کار رو بکنید که یو یک سره برید زل رو بلکه بعد اول بیاید دیواره خارجی رو بگیرید که قوانینش رو گفتیم دیواره خارجی حرکت آنتن چیه نقطه ال رو بگیری و دیواره داخلی بعد اندازه اینو که گرفتید برید مستقیم روی خط روی همون زل بدون اینکه عقب و جلو حتی یک قدم شید و برگردید دیواره خارجی نقطه ال و دیواره داخلی از اون زل بگیرید ولی اگر شما در صحنه اصلی کار اشتباها به صورت یک سره رفتید در ازلاع نزدیک به هدف یا اومدید برای تست یا تشخیص دقیق یه زل و یه سره خواستید حرکت کنید یعنی از این زاویه ال پشت به قرب رو به شرق شروع کردید به حرکت آنتنتون خب به سمت دست چپتون هی تغییر جهت میده یا میره به سمت شمال شرقی خب میرسید به دیواره خارجی که خب مشخص حرکت اولیش اینه که ده درصد یا ده درجه مخالف جهت قبلیش که به سمت مثلا شمال شرقی بوده تغییر جهت میده بعد با یه حرکت آرامتر و بهتر سی تا درجه یا درصد به سمت مرکز هدف میره که به سمت همون شمال شرقی مثلا اینجا میره این باید دیوارهای خارجی داخلی رو به دست بید خب نقطه ال اف میرسید که خیلی مقابل هدف یا شرایط مقابل هدف بین نقطه ام و ان یا دیوارهای داخلی رو داره در هرزه که بعد اینم رد میکنید دیوارهای داخلی رو میگیرید که خب در اینجا هم 10 درصد یا 10 درجه به سمت هدف یا همون شمال شرقی در اینجا در این زه. حرکت میکنه و سی درصد یا سی درجه مخالف میره یعنی مخالف جهت هدف میره که خب این قوانین دیواره های خارجی و LF و دیواره داخلی حالا اگه یه سر حرکت کردید دیواره خارجی LF و دیواره داخلی رو گرفتید اومدید بین دو دیواره داخلی قرار گرفتید چون از سمت جنوب به شمال دارید میاید پشت به غرب رو به شرق هستید در این قسمت شما یک سر حرکت کنید و پاندول خواهید داشت و خیلی مواقع هم اصلا دو طرف زل و می میگیرید امکان داره پاندول هم داشته باشه خواهیم به فاصلت نه. ولی بیشتر مواقع در صحنه اصلی کار وقتی از جنوب به شما پشت به قرب رو به شرق میرید وقتی یک سر حرکت کردید دیواره خارجی اله و دیواره داخلی گرفتید مقابل هدف حالت پاندول خواهید داشت و تفاوت کاملی داره با حرکت از شمال به جنوب پشت به قرب رو به شرق شما وقتی پشت به قرب هستید رو به شرق یک سره یه حرکت میکنید دیواره خارجی ال اف امو میگیرید از دیواره داخلی رد میشید که میاد مقابل هدف به نقطه ام خب چپگرد دارید وقتی از شمال به جنوب میاید ولی وقتی از جنوب به شمال میرید پشت به غرب رو به شرق هستید یک سر حرکت کردید دیواره خارجی الف دیواره داخلی گرفتید عبور کردید پاندول دارید اینا رو باید در صحنه اصلی کار در نظر بگیرید که میتونید برای تست هم از این روش استفاده بکنید که حالا نیازی نیست اگه اپراتور همه مراحل درست و دقیق به کار ببره و اطلاعاتی که در ویدیو های ترشوت میده و مرکز هدف و دقیق بگیره درست باشه نیازی به این کارم نیست ولی اینا اصول علمی پایشی که قابلیت اجرا داره که تشخیص بدید تا حدودی هدف اصلی هست یا نیست البته شما در تمام این دیواره های داخلی خارجی و زاویه ال باید همون ویدیوهای مورد نظرتون با ترشوت 45 رو بگیرید در صحنه اصلی کار مگه اینکه یه فلزات آلیاجی ترکیبی به در نخوری داشته باشید که اونا معلومی ترکیب شدن با چی هست چون خب تلام عیر 18 تا 24 در قسمت 18 تا 23 ترکیبیه ولی یک واکنش واضح داره اگه خالص و خوب باشه ها واقعا تلا عیر 18 تا 24 واقعی باشه چون خیلی تلا عیر 12 و 13 و 15 و یه مورنی 7 و 8 به عنوان تلا قلمداد میشه مقصد این تلاهایی که در بازار جدید هستش ولی در مرکز هدف هم باید بدونید اگر ویدیوی 55 ترشولده 45 دادید فقط این ویدیوی 55 ترشولده 45 باید پاسخ بده اگه تغییر بدید شما شد و ایدیتو در مرکز هدف اینجا واکنشی داشته باشید با تغییر عدد ویدیوی و ترشولده متفاوت در مرکز هدف ها مانند همون ویدیو ویدیوهای مثلا 55 و 45 خو خب اینام خطا این اصلا مرکز هدف نیست چون امکان داره در دیوارهای داخلی خارجی در زوایا نزدیک و دورش فقط ویدیوهای 55 در 45 بیاد اینا رو شک بده تو مرکزش نه چند ویدیو چند در شد دی اینا مرکز هدف اصلی نیست اینا مواردی ای که باید در صحنه هستی ها در نظر داشته باشید پس اگه شما پشت به غرب رو به شرق از جنوب به شمال حرکت بکنید در نقطه دیواره خارجی داخلی LF همه رو به دست آوردید نقطه دیواره داخلی رو رد کردید یو در مقابل هدف در اینجا بین ام و ان شما پاندول خواهید داشت این یکی از موارد علمی و فنی در صحنه اصلی کار زمان تمرین امکان داره اتفاق براتون نیفته چون سیگنال ها ضعیفه اینا رو توضیح میدیم که تفاوت حالت پاندولی با حلت چپگرد و نسبت به حرکت در ازلا بدونید ولی اگر اینجا شما از جنوب به شمال دارید میاید حالت پاندولی دارید در LF هم عمدتا حالت پاندولی دارید که خیلی شبیه نقطه مقابل هدفه این مهمه این موردی هم که الان بیان شد برای تشخیص این که اینجا نقطه ال و خطا نکنید به عنوان نقطه مقابل هدف تشخیصش ندید مهمه هرچند که شما دیوار خارجی رو درست به دست بیارید نقطه بعدیتون متوجه میشین ال که در اینجا میتونه بیشتر مواقع حالت پاندول داشته باشه و شبیه شرایطی که بین دیواره داخلی ها شما میگیرید در مقابل هدف وقتی از جنوب به شمال میاید پشت به قرب رو به شرق هستید چون اینجا شما پاندول دارید در نقطه LF هم میتونید پاندول داشته باشید این موارد رو باید در نظر داشته باشید مهمه و باید دقت کنید